از ریشه در بزنای که محکومه آزارم. به نام خدا، سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز. ممنون که برنامه خودتون خط قرمز رو انتخاب کردید. تو 48 ساعت گذشته تقریبا یک خبر تکان دهنده تحت تأثیر گذاشت ورزش کل دنیا رو، نه فقط ایران رو، که متاسفانه یکی از دختران خوب هموطنمون به دلیل خودسوزی بعد از چند روزی در کما بودن از دنیا رفت. به احترام تمام خانوم های ایرانی، به خصوص سحر خانوم عزیز که از دنیا رفت و خانواده محترمشون، تیزر برنامه‌مون رو به افتخار تمام بانوان هموطن کشورمون امروز با صدای شادمهر عقیلی عزیز رفتیم و بک‌گراند منم که می‌بینید تصویر زیبایی از یک فرشته آبی در استادیوم آزادی هستش که امیدوارم که شرایطی پیش بیاد که دیگه از این اتفاقا نیفته. خیلی صحبت کردن، پیام دادن، خیلی از آدم های معروف دنیا مثل گری لینکر، مثل پاگبا، مثل باشگاه روم، خیلی ایرانی هم که سلبریتی ها، خب بلتب همیشه تو اینجور موقع هستن، فوتبالی هم که همیشه اتحادشون بوده، باشگاه تراکتورسازی، باشگاه پرسپولیس، خود سپاهان، استقلالی ها، همه جا پیام دادن، حرف میشه راجع به موضوع خیلی زد. من تو از دیروز امروز خیلی تلاش کردم یکی دوتا از دوستان رسانه‌ای از ایران بیان روی خط راجع به موضوع صحبت کنیم که متأسفانه برام به صلاح دیده خودشون نیومدن که حرف بزنن. ولی کلن من فکر میکنم که زوایای پنهان زیادی داره این موضوع و اینکه کاش که حالا باشگاه استقلال و باشگاه دیگه که دارن پیشی میگیرن تو این موج سواری که سری پست میذارن و اینا که برای دیدن که اقبال عمومی هست، 6 ماه 7 ماه پیش که همچین اتفاقی افتاد، یکی نیست بر از باشگاه استقلال بپرسه که خب شما که انقدر اتیکت فرهنگی هم پشت اسمت از مؤسسه فرهنگی ورزشی، 6 ماه 7 ماه 8 ماه پیش این اتفاق افتاد، آیا رفتی معاون حقوقی یک وکیلی چیزی فرستادید سراغ این دختر خانم و خانواده‌اش؟ آیا الان رفتید سراغ خانواده‌اش؟ به هر حال پدر ایشون هم که جانباز هست و خانواده پر جمعیت داره، ولی الان که دیگه حالا موج درست شده و به قول گفتن دیگه بازار داغه، دیگه همه دارن پیام میدن و از این چیزا، بعد سلبریتی های عزیز هنری هم که البته به هر حال مرگ تلخی بوده، اتفاق خیلی تلخی بوده، ولی الان دیگه بازار داغه، دیگه همه پست میذارن و همه به قول معروف فریاد آزادی خواهی سر میدن، ولی دریغ از یه کمک، دریغ از یه کاری که کارستون باشه و بتونن کمک بکنن. فقط سریع تحریم کنیم، اینجوری کنیم، اونجوری کنیم، هیچ راهکاری نه که این خانواده. به هر حال من هم مثل خیلی از شما بینندگان عزیز پدر هستم، هیچ کس حال پدر این دختر، مادر این دختر، خانواده این دختر رو خودش رو یه لحظه بذاره، یک ثانیه حتی بذاره جای این خانواده، ببینن چی دارن میکشن، بعد سبقت بگیریم از هم دیگه، ببینیم که الان دیگه شهر شروع شده، سری پست بذاریم هر لحظه اینجوری شد اونجوری شد. فکر کنم که کمک کنیم به این خانواده خیلی بهتر از اینه که سعی بکنیم با اسم این مرحوم بازی بکنیم. راجع به موضوع یکی دوتا ویدیو داریم که پخش خواهیم کرد، فقط یکی دوتا خبر تو ایران بود، من امروز خورده حالا هم مساعد نیست، نمیتونم اخبارو بگم. جالب ترین نکتهش این بود که فقط این قسمت بگم که فرهاد خان مجیدی گفتن که اگر اجازه بدن تیم نتیجه میگیره، تیم امید 4 تا خورد از ازبکستان، حالا کی اجازه نداد که ایران 4 تا گل بزنه و 4 تا گل بخوره، حالا دیگه آقای مجیدی حتما بهتر میدونن، دوباره اون شخص سوم شروع شد اگر اجازه بدن. میریم یه گزارش میبینیم راجع به سحر خانم عزیز که از دنیا رفتن، برمیگردیم با شما. هدوینگ لیندال، دروازه‌بان تیم ملی سوئد، با به اشتراک گذاشتن تصویری در اکانت اینستاگرام خود به درگذشت دختر آبی واکنش نشان داد و نوشت: این تصویر زمانی گرفته شد که ایران اولین دیدار اروپایی خود را مقابل ما انجام داد. این یک گام مهم برای بانوان و تمام زنان و دختران مظلوم در سراسر دنیا بود. امروز
آن را به عشق سحر خدایاری به اشتراک می‌گذارم که می‌خواست برای تیم مورد علاقه‌اش استقلال به ورزشگاه برود، اما دستگیر و به 6 ماه زندان محکوم شد. او در اعتراض به این حکم خود را به آتش کشید و امروز درگذشت. فیفا، این عادلانه نیست. آذری جهرمی، وزیر ارتباطات نیز در پاسخ به پرسش یکی از کاربران که نوشته بود چرا در مقابل ظلم به دختری که جرمش فقط عاشق فوتبال بود سکوت کردی؟ آقای جهرمی نیز در پاسخ گفته است کار من و امثال من موضع گیری و محکومیت نیست، ما مسئولیم و پاسخگو. در دولت این اتفاق بسیار تلخ را پیگیری میکنیم. گری لینکر، مهاجم سابق تیم ملی انگلیس، در توییتر خود نوشته است چه خبر بسیار ناراحت کننده ای و چقدر افتضاح که یک زن نمیتواند وارد یک استادیوم فوتبال شود. در همین حال باشگاه استقلال برای خانواده دختر آبی پیام تسلیتی نوشت. خانواده محترم خدایاری، در گذشت تلخ و غم‌انگیز فرزند دلبندتان خانم سحر خدایاری موجب اندوه و تأسف فراوان مجموعه باشگاه استقلال و به خصوص هواداران این تیم گردید. این ضایعه را به شما و همه بستگان داغدار تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال رحمت و مغفرت الهی برای ایشان و صبر و اجر و سلامتی برای شما بازماندگان و طرفداران فوتبال مسئلت می کنیم. مهتاب کرامتی نیز با انتشار یک پست در اینستاگرام خود با عنوان دختر آبی به این اتفاق واکنش نشان داد. علی کریمی نیز در اینستاگرام خود نوشت زنان سرزمین ما خیلی وقتها خیلی مردن، تا اطلاع ثانوی استادیوم ممنوع. علی فتح‌الله زاده نیز نوشت از شنیدن خبر درگذشت سحر استقلالی هوادار عزیز تیم محبوبمان بسیار متاثر شدم. این ضایعه را به خانواده ایشان و هواداران بزرگ استقلال تسلیت عرض می کنم. امیدوارم رئیس محترم دستگاه قضایی کشور به این مهم ورود کند. دختری که فقط عشقش ورود به استادیوم فوتبال بوده حقش این نبود. فرشید باقری نیز در صفحه اینستاگرامش نوشته است بستن در ورزشگاه به روی بانوان جز اینکه زنان این سرزمین را از حق مسلمشان محروم می کند توهین به شعور و فرهنگ مردان ایرانی است. یعنی ما مردان ایرانی از مردان سایر کشورها کمتریم که نتونیم حرمت خواهرای خودمونو تو استادیوم نگه داریم. اگر در ورزشگاه بسته بمونه هممون به خون سحر بدهکاریم. سعید آذری هم با انتشار پستی در اینستاگرام نوشته است تسلیت خدمت خانواده محترم هوادار درگذشته فوتبال. فوتبال از دو قطبی بودن خیلی وقت از خارج شده است و دیگر دو قطبی بودن جرم محسوب نمی شود، ولی دو قطبی بودن را من به نوبه خود نمی فهمم. برای یک دختر عاشق فوتبال نمی دانم چرا خودسوزی کردی، ولی سوالی ذهنم را درگیر کرده است. آیا فوتبالی که مدیرانش ما هستیم و بازیگرانش و دستندرکارانش مشخصند، آنهایی که حتی لحظه ای پای نزدیکترین رفقایشان به خاطر موقعیت و پول نمی ایستند، آنهایی که برای بازی کردن و بودن در میان 11 نفر اصلی همه اصول و مرام را زیر پا می گذارند، آنهایی که برای گرفتن پست و مقام تن به هر ذلتی می دهند، ارزشش را داشت که تو بهترین سرمایه زندگیت را با آتش بکشی؟ خدا کند داشته باشد. دختر آبی آسمانی که حالا دیگر نیستی، ما بیمرام ها حتی ککمان هم نمی گزد در این وانفسای بیمرامی و بیمعرفتی از خودسوزی تو. علاقه مندی به فوتبال جنسیت نمی شناسد، عشق است. عشق، عشق کور کننده به اکثریتی که فقط باید آنها را در صفحه چند اینچی تلویزیون دوست داشت. نزدیکشان که می شوی تازه متوجه می شوی چه بیهوده برایشان عشق. هدوینگ لیندال، دروازه‌بان تیم ملی سوئد. خب قسمت اول گزارشمون رو دیدیم. به قول علی آقای کریمی، زنان مملکتمون خیلی مردن، واقعا اینجوریه. پست‌های مختلف رو به هر حال سرچ کردیم، دوباره یه گزارش دیگه هم خواهیم داشت، ولی سعید خان آذری هم خیلی خوب صحبت کرده بود. عرض کلیه من اینه که این داستان مثل داستان‌های دیگه و این بار پررنگ‌تر شده. یه سری مثل لاشخور جمع شدن روی جنازه و اسم یه آدم معصوم دارن بازی میکنن فقط به خاطر پیش بردن
خواسته های خودشون و بازگوشایی عقده های خودشون. و اینکه خیلی تلخه، همینجور که آقای سعید خان آذری گفت، واقعا اصلا کل فوتبال، کل یه جام جهانی حتی رفتن ارزش حتی گریه کردن برای یه دونه دختر، یه آقا، برای یه طفل معصوم نداره، چه برسه که یکی با جونش بازی کنه و کار به جایی برسه که به جونش بازی کنه. ولی به هر حال بدون درواسی استاد هزینه تراشیم، یعنی موضوعاتی که خیلی راحت میتونه حل بشه. 57 کشور اسلامی، فقط ما ایم که بانوان تو استادیوم نمیتونن برن. 212 تا کشور عضو فیفا، دوباره فقط ما ایم که بانوانمون نمیتونن تو استادیوم برن. همین قصه میشه تا کار به اینجا میرسه. به هر حال یه خونی باید ریخته بشه، یه عزیزی باید از دنیا بره، تازه یه سری از خواب بلند شن بگن که وای چه شد چی کار بکنیم، و یه سری هم مثل لاشخور از این موضوع برای خودشون بتونن که یه اسم و رسمی درست کنن و فریاد آزادی خواهی سر بدن. میریم قسمت دوم گزارش، میریم برمیگردیم. ریختی و چه بیهوده عشق ورزیدی، روحت قرین رحمت دختر آبی، به امید روزی که بفهمیم حضور دختران آبی، قرمز، زرد، سبز و همه رنگ‌های زیبای عرصه فوتبال در استادیوم‌های ما از حضورشان در این اجتماع خطرناک امتر است. بدرود. برای نوشتن بیشتر اشکم بند نمی‌آید. هرچه فکر می‌کنم می‌بینم ما بی‌ارزش‌تر از آنی بودیم که تو خود را به خاطر ما بسوزانی. بی‌ارزش‌تر. سید جلال حسینی نیز در استوری اینستاگرام خود نوشته است: روحت شاد دختر آبی. عمر مومنی، کاریکاتوریست معروف سایت گل، نیز در اینستاگرام خود با انتشار پستی و یک نقاشی به این خبر واکنش نشان داد. او در اینستاگرام خود نوشته است: محروم کردن زنان از تماشای فوتبال در ورزشگاه ها صحیح نیست. مهدی پاشازاده نیز نوشته است: هیچ چیز بدتر از این نمیتونه باشه که صبح اولین خبری که میشنوی مرگ این فرشته باشه. از صمیم قلب برای خانواده این عزیز متاسفم، ولی بیشتر از اون متاسفم برای افکار پوسیده‌ای که باعث این اتفاق تلخ شده. هرچی فکر میکنم دلیل این کار عقب مونده را نمیفهمم. امیدوارم از این به بعد شاهد حضور شما عزیزان تو ورزشگاه باشیم. به نظر من امثال بعضی آقایان باید عشق را از تو یاد بگیرند. تو حجت را بر تیمت تمام کردی، امیدوارم حداقل بعد از مرگت قدر تو را بدانند. مظلوم تر از تو نداریم. روحت شاد فرشته آبی. امیر حسین صادقی نیز نوشته است: روحت شاد، یادت گرامی، حرف آخر با شما. فرهاد مجیدی نیز نوشته است: سحر جان، سکوهای آزادی حسرت دیدنت را تا ابد با خود خواهد داشت. محمود فکری نیز نوشته است: سحر جان روحت شاد، راحت شدی، دیگه فساد، دروی، ریا، دزدی و خیلی چیزای دیگر را نمیبینی. جواد نکونام نیز در صفحه اینستاگرامش نوشته است: قرارمون این بود همه از دیدن فوتبال لذت ببریم و یک دل و متحد شیم، مثل شبایی که رفتیم جام جهانی. نمیدونم سحر وقتی بازی ها رو تو ورزشگاه میدید چه حسی داشت، ولی میدونم فکر میکرد تو اون لحظه خوشبخت ترین دختر دنیاست. ای کاش میشد خدا این لحظه رو ابدی کنه، ولی قصه ها قرار اینجا تلخ تموم شن. نمیدونم با چه زبونی و با چه حسی، ولی عمیقا به خانواده سحر و به همه مردم کشورم این مصیبت رو تسلیت میگم. مثل امام حسین علیه السلام که آزاده بود، واسه ما سحر هم یک دختر آزاده بود. شاید قصه تموم شده، ولی سحر نامش همیشه زنده ماند. جواد کاظمیان نیز نوشته است: دختر جان، شرم میکنم از بازی کردن در ورزشگاهی که تو پشت درهای بستش ماندی، پشت درهای بستش سوختی، از شعله های آتشی که فقط تو را نسوزاند تمام ما را خاکستر کرد. شاید یک روز درهای بسته باز شدند و زنان و دختران کنار مردها برای فوتبال خواندند، اما صندلی تو تا آخر دنیا خالی ماند. ما را ببخش اگر نتوانستیم برای رویای تو کاری کنیم. پروازت آرام دختر جان. سید مهدی رحمتی نیز نوشته است: تسلیت به خانواده دختر آبی که بدون برآورده شدن آرزویش چشم از جهان بست. پژمان جمشیدی نیز نوشته است: یک مسابقه فوتبال که هیچ،
چیزی بالاتر از شرافت و زندگی یک انسان نیست. تسلیت. میلاد میداودی نیز نوشته است اسطوره مقاومت نه گاندی است نه چگوارا. اسطوره مقاومت دختران سرزمین من هستند که همه چیز برایشان جرم است ولی باز مقاومت می کنند. همچنین پروانه سلحشوری نماینده مجلس عضو کمیسیون فرهنگی در واکنش به خبر درگذشت دختر عاشق فوتبال که خودسوزی کرده و دیروز درگذشت در توییتر خود نوشت او تنها دختر آبی نبود، سحر دختر ایران بود، در جایی که مردانش برای زنان تکلیف تعیین می کنند و ابتدایی ترین حقوق انسانی را از آنها سلب می کنند و زنانی که علیه زنان در این ظلم آشکار مردان را همراهی می کنند. همه ما در حبس و سوختن سحرهای این سرزمین مسئولیم. ریختی و چه بیهوده عشق ورزیدی، روحت قرین رحمت دختر آبی. خب قسمت دوم گزارشم دیدید و شنیدید. امیدوارم که حالات مطمئنن شما هم مثل من حالتون خوب نیست و متاثر شدید، ولی جالبه حالا خانم سلحشور و یه سری از سیاسیون که خودشون به هر حال تصمیم گیر هستن هم اظهار نظر کردن راجع به ظلم و ستم و اینجور چیزا حرف زدن. خب خودشون مسئولن، اگر قراره که کاری بکنن خب کاری بکنن، ولی الان چون که میگم که بازار داغ و اقبال عمومی به این سمته که همه این سمت برن، یه سری از برای بچه های فوتبالی هم پیغام گذاشتن و کامنت گذاشتن و پست توی اینستاگرامشون اینا. حالا من راجع به موضوعات به عنوان مجری دوست ندارم اظهار نظر شخصی بکنم، ولی میتونم اظهار نظر بکنم اگر لازم باشه. ولی سوال من از همین دوستان مدیر عامل و خصوصا فوتبالیستا اینه که تنها شدن تو وجدان خودشون نگاه کنم به گذشتهشون چقدر از شخصیت حقوقیشون استفاده کردن و در ارتباط گیری‌های خصوصی و موضوعات دیگه استفاده کردن از این موضوع. اون موقع هم یاد این دختران سرزمینشون باشن که حالا دختر خانومی به عشق تیم ملی یا استقلال یا پرسپولیس یا هر تیم دیگه دوست داره با بازیکن‌ها به هر حال ارتباط داشته باشه و چه اتفاقایی میفته که خیلی‌هاش که بخش عمده‌اش اصلا رسانه‌ای نمیشه. امیدوارم که به هر حال دوستان که این پست‌ها رو می‌ذارن اونجا هم به دلاوری‌های دختران سرزمینشون هم فکر بکنن، فقط الان ببینن که اوضاع خوبه سری موج سواری بکنن. به هر حال راجع به موضوع عرض کردم می‌خواستیم بحث بکنیم، بیشتر بحث کنیم، هیچکدوم از دوستان رسانه‌ای قبول زحمت نکردن بر حسب معذوریتی که داشتن و منم احترام می‌ذارم بهشون و اینکه صحبت خیلی زیاد میشه که از شبکه‌های مختلف هم صحبت کردن، ولی فکر می‌کنم که کلام آخر این که زوایای پنهانی داره و اینکه تمام کشورها باید به یه سری از قوانین احترام گذاشت، ولی این موضوع که خانومو برن استادیوم نرن استادیوم اصلا قانون نیست، یه چیز مندرآوردی. گزارش هم داشتیم از آقای مهندس صفای فرهانی که راجع به موضوع صحبت کرده بود که اون آقایی که اون روزی که رئیس سازمان رفت استعلام گرفت این بدبختی رو درست کرد. حالا کاش ایشون بیاد بتونه جواب بده. خب هفته پیش یادتون باشه یه برنامه اولی رفتیم راجع به اتفاقات و شرایطی که در لیگ آزادگان لیگ کشورمون میفته. برای در لیگ یک اتفاقات عجیب غریب خیلی زیاد میفته، تیم ها تقریبا میشه گفت 18 تا تیم مدعی ان و 18 تا تیم هم دوباره تلاش میکنن برای سقوط نکردن. تا لحظه های آخر جنگ سود و سقوط هست لیگ یک. و اگر راجع به حواشیش بخوایم حرف بزنیم، فکر میکنم راجع به فیلم هندی حرف بزنیم، چون اصلا حواشی عجیب غریبی تو لیگ یک است. یکی چک سرقتی میده، یکی نمیدونم ماشین سرقتی میده، یکی سه اتفاقا میفته که عجیب غریبه. در عرصه رسانه‌ای تو لیگ یک اونایی که توی لیگ یک ایران فعال هستن چند تا اسمو میدونن که خیلی معتبره و فعالن. به هر حال یکی از رسانه‌های معتبر لیگ یک، فکر می‌کنم معتبرترین رسانه لیگ یک، فرتاک نیوز هست و دومی هم دی اسپورت هست. حالا اول دوم گفتم منظورم نبود رده بندی کنم، ولی منظورم این دوتا جزء خیلی 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 معتبرن توی لیگ آزادگان ایران و دو عزیزی که خیلی زحمت می‌کشن تو مسابقات لیگ یک لیگ دو تو عرصه خبررسانی و خبرنگاری، میلاد فاندر عزیز و احمد احمدی است که امروز قبول زحمت کردن. به رسم ادب و کسوت با آقای فاندر شروع میکنیم، با آقای احمدی ادامه میدیم. آقای فاندر سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای امیدی عزیز، همچنین همکاران خوبتون و بینندگان عزیز برنامه خط قرمز و شبکه امید ایران در سراسر دنیا در خدمتون هست. ممنونم آقا از وقتی که به ما و برنامه خودتون خط قرمز دادید. در حال چند هفته یه لیگ یک گذشته، اصولا شکل لیگ یک اینه که درسته که تا لحظه های و هفته های آخر هم در حال بحث صعود و سقوط هست، ولی چهره تیمای مدعی همون 3-4 هفته اول مشخص میشه. به هر حال لیگ یکی که امسال با توجه به مشکلات اقتصادی هم که هست، اصلا میگم اتفاقات عجیب غریبی میفته. تا اینجا چطور بوده؟ مدعی ها که هستن به نظرتون به هر حال بر حسب تجربه که دارید؟ بله، موضوع لیگ یک الان میشه خب چندومین سالی که داریم به صورت جدی و به صورت تخصصی بگیریش میکنیم، حالا به کمک دوستان عزیزی که حالا نام بردیم، ولی مسابقات لیگ یک میشه گفت امسال اتفاقاتی درش حاکمه که در سال گذشته میشه به صراحت گفت این خبرها نبود. یه موضوعاتی شما میتونید ببینی که یعنی باشگاهی با کمترین هزینه وارد مسابقات شده که من خیلی با صراحت و این مناسبتی هم داشته باشه برنامه خط قرمز خیلی با صراحت بگم، چون بحث مالی درش زیاد حاکم نیست. بعضی باشگاه خود طبیعتا بیشتر باشگاهی به اتفاقات هم درشون رقم میخوره که حالا شما توی چند هفته میشه گفت شاهد بودین. خیلی راحت باشگاهی مثل ملوان انزلی که یکی از باریشه ترین باشگاه های فوتبال ایران بود چه اتفاقاتی درش حاکم بود، و باشگاه دیگه که واقعا با کمترین میزان امکانات وارد مسابقات میشن و از حیث امکانات اصلا برابری ندارن با مسابقات لیگ برتر، ولی از لحاظ فنی به گواهش همه کارشناسان مربیان میشه گفت چه بسا در بعضی از ابعاد حتی برتری هم دارن مسابقات لیگ برتر کشور. اونی هم از یاد موضوعات که ما میبینیم حواشی به شدت قالبه به مسابقات و بحث فنی فعلا به حاشیه رفته. انشالله در ادامه میشه گفتش که فکر میکنم یک قرباری صورت میگیره و موضوعات بهتری از لحاظ فنی شاهد خواهیم بود. ولی مثلا اگه بخوایم مستاقی که به هر حال من مثل شما اشراف ندارم به فوتبال لیگ یک ایران، ولی اتفاقایی که خودتون فرمودید درسته. این موضوعاتی که ما هم تو رسانه ها تو فرتاک و دی اسپورت و اینا میخونیم اتفاقات عجیب غریبه. من حالا مصاحبه ای از یکی از بازیکنان ملوان خوندم راجبه چک سرقتی یکی دیگه یه تیم دیگه، هر تیم میگم که شرایط سختی رو داره. بعد بخش خصوصی هم که اصولا وارد میشه، من فکر میکنم هر کی 4-5 تا چک برگشتی و 7-8 تا یه ماشین خوب داشته باشه، یه تیمو با یه قدمت 40-50 ساله بهش میدن، میگن خب حالا شما داشته باش تا نفر بعدی بیاد. حالا بحث سپید رود که این اتفاق افتاد، دقیقاً همینه که میفرمایید. دقیقاً در تاکید صحبت حضرت عالی من خدمتتون عرض کنم که حالا من بخوام از شروع ماجرا رو، چون کاملا در جریان موضوع هستیم، حالا من اعتقادات خودم رو دارم و نظرات خودم رو دارم، دوستانی که نظرات دیگه دارم میتونم بیان نقد کنن صحبت های بنده رو، ولی به نظر من ملوان خب چندین سال درگیر بحث بود. من ملوان به صورت مثال دقیقاً مثاله ان شاء الله دقیقاً بینندگان اون واقف بشن به عرصه لیگ یک و باشگاه جدید در فوتبال ایران تو مسابقات لیگ یک مخصوصا. باشگاه ملوان چند سال درگیر موضوعات مالی امسال میشه گفت من به صراحت بگم بی‌مسئولیتی مسئولین شهری دولتی و میشه گفت ورزشی این شهر و چه بسا استان گیلان میان اول فرس یک ماه مونده به شروع فرس یک توافقی رو با شخصی نام محسن میرابی انجام میدن که حالا یک سابقه هم در فوتبال کشورمون در بود بازیگری باشه، که اتفاقا برخلاف دیگر جریاناتی که خود انزلی حاکم، من کمترین نقد رو به ایشون دارم، چون ایشون اومدن یک به قول گفتنی درخواستی دادن، این که اون درخواست چطور مورد اقبال قرار گرفته و موافقت شده باش خودش محل بحث و شما تو روز همون روز معارفه و چند روز آیندهش تو فضای مجازی تو رسانه های تصویری شنیداری، شما میشه گفتش خیلی راحت مخالفت ها رو با ایشون دیدین و چند چهار پنج روز گذشت که دقیقا همه به اون واقف شدن که از اول تمام دلسوزان بشن درست میگفتن و این اتفاق به نظر من اول باید جوابگوش مسئولین ورزش باشن در شهر انزلی و استان گیلان که چطور این تیم رو با این شرایط به این نفر واگذار کردن که حالا بحث چکای سرقتی، بحث نوع قرارداد بستنها، بحث آوردن سرمربی که حالا سرمربیان به
به شاغل در فوتبال لیگ کشور مون علی رکیبی رو آوردن بر مسند مربیگری، بعد اون کنفرانس خبری ایشون و بعد اخراج ایشون و نوع اتفاقاتی که افتاد فقط تاسف رو به همراه داشت برای مردم و فوتبالیستان. آقای فاندر عذرخواهی میکنم حرفتون رو قطع میکنم، معذرت میخوام به خاطر اینکه میخوام به نتیجه گیری برسیم. همینجوری که شما فرمودید اصلا این شخصی که میاد، حالا اسمی که بردید آقای، هر اسمی که میاد باشگاهی رو درخواست خرید میده یا هر چیزی رو درخواست خرید میده، فروشنده کرده الزام نداره که حتما بفروشه. این که فروخته یا هر اتفاقی افتاده یا اتفاقی قبلیش بوده، من همیشه خدمت بینندگان عزیزم بحث اون عرضمون همینه، تو هر صنفی، حالا تو هر صنفی، چه میدونم هر صنفی، میخواد نمیدونم رانندگی باشه، میخواد حتی پزشکی باشه، هر صنفی رستوران باشه، یه صافی های داره، یه جوازایی داره مخصوص اون صنف. توی فوتبال، خصوصا فوتبال ایران، اصلا خصوصا فوتبال لیگ یک ایران، ما جوازی نداریم. هر کی میاد از خیابون رد میشه، یه ماشین خوب زیر پاش باشه، چند تا چک داشته باشه، میگن خب بیا برو ساب تیم بشو، حالا اون چه اتفاقایی رقم میزنه اینا. بعد خیلی از این افراد هم هستن که با تایید فرمایش شما گذشته ای هم داشتن، یعنی تو گذشته شون هم یه سرچ کوچیک بکنن عزیزان، میفهمن که چه اتفاقایی افتاده حالا تو سالهای قبلی. ولی متاسفانه همین بحث همینجوری ادامه پیدا میکنه. میگم که به قول شما ملوان با اون قدمتش به این روز میفته، حالا سپیدرود بدتر، تیمای دیگه هم بدتر. با شما ادامه خواهیم داد. آیا احمدی، قبل از اینکه گزارش رو ببینیم، اول سلام عرض ادب میکنم خدمت شما، وارد بحث بشیم با هم دیگه، نظر شما چه این موضوعی که مشکلاتی که تو لیگ یک هست. به هر حال امسال هم که برنامه تلویزیونی لیگ یک، حالا اگرم بود زیاد هم فرق نمی‌کرد، باز بهتر از هیچی بود، پخش نمیشه اصلا، معلوم نیست دیگه، دوربینی هم نیست و دیگه حالا چه اتفاقایی میفته خدا میدونه دیگه. حالا بحث جادوگری و شرط بندی و زد و بند و تبانی و همه اینا دیگه، همه بازی‌ها جمع میشه دیگه، حالا خدا به خیر کنه اصلا فصل به آخر برسه. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون، همکار عزیزم جناب فانده در خدمت شما هستم. ببینید، در خصوص لیگ یک و خصوصا بحث ملوان که شما هم الان، من بحثم ملوان نبود، اگر میشه آقای احمدی عذر میخوام، اگر میشه مساقمون رو عوض کنیم بریم سراغ تیم دیگه. همین سپیدرود هم چند روز پیش فروختن، بعد دیروز گفتن که آقا خریداران گفتن نمیدونم بدهی زیاد داره، یه اتفاقای افتاده که عقب نشینی کرد. میگم ماشاءالله تعداد زیاد از سیاه جامگان پارسال و از نفت تهران و از خیلی تیم‌ها که بخش خصوصی اومدن با چند تا چک. بله بفرمایید. ببینید الان تیم ملوان، سپیدرود، تیمای ریشه دار کمتر از پرسپولیس استقلال به نظر من شخصا نیستن. ببینید چون حسابایی که آیزونزی میکنه درست در نمیاد ولی بله قطعا همینطوره. تیمهای مثل پرسپولیس استقلال، ببینید سالهاست در مورد واگذاریشون داره صحبت میشه ولی هیچ وقت هم واگذار نشدن. ولی همین ملوان، همین تیمایی مثل سپیدرود، شما الان در کشور ما بخواید یه وام 5 میلیون تومانی هم بگیرید، یه سرچ میکنن شماره ملی شما رو و بهتون میگن که آقا شما مثلا دو تا قسط عقب افتاده دارید و نمیتونید یه وام 5 میلیون تومانی بگیرید. بعد چطور میشه که یه تیم با اون قدمت 50 ساله رو به شخصی واگذار میکنن که به این مشکلات برمیخوره؟ من اصلا کاری به شخص خود آقای میراب یا کسی دیگه ندارم، ولی میگم نوع واگذاری درست نیست در اونم لیگهای پایین. شما الان به راحتی میتونید تو لیگ دو ایران یه تیم رو خرید و فروش کنید با چک دیگه، همش همینجوری با چک و یه تیم ماشه. آقای احمدی با شما همراهیم، بحثو همینجا نگه داریم، یه گزارش ببینیم دوستان اتاق فرمان اگر لطفاً گزارش ببینیم، برمیگردیم دوباره با آقای احمدی و میلاد فاندر عزیز بحث ادامه میدیم. یه 12 دقیقه دیگه وقت داریم، امیدوارم به جنبندی برسیم. اگر دوستان گزارشو محبت کنن اتاق فرمان، اگر آماده است که گزارش ببینیم، اگر نه که ادامه بدیم با دوستان. خب میریم گزارش ببینیم، برمیگردیم.
خب این صحنه رو که دیدید دوربین مخفی نبود. این صحنه صحنه یکی بازی یکی از تیم‌های پرطرفدار لیگ یک بود سال گذشته که فکر کنم که باید یه فراخوان بدیم تو برای کارشناسای همه جای دنیا ببینن که چی میتونن راجبش بگن. همه به این نتیجه رسیدن که دیگه از هر من شمس و توانی شده، ولی در مسئولین تصمیم گیر به این نتیجه نرسیدن و گفتن که همش اتفاقات فوتبالی بوده. جالب بود. آقای احمدی با شما هم ادامه میدیم. میفرمودید که در مورد تیم سپیدرود و ملوان و تیم های پرطرفدار. بله، از بحث ملوان که میخوام خارج بشیم. بله لطفا. همونطور که خودتون هم گفتین برنامه حالا 90 که به جای خود، ولی برنامه فوتبالی یکم که این لیگ یک تا حدودی پوشش میداد و اون مشکلاتش و اون اتفاقی که توی لیگ های پایین رخ میداد و متاسفانه الان 4 هفته ما گذشته تا به ادامه روی آنتن بره. و اون بحث تلویزیون رسانه ها، اون نگاهی که به لیگ یک دارن مثل لیگ برتر نیست متاسفانه. همین باعث شده که یک سری اتفاقات بیفته که مثل اون حرف بحث تبانی. آقای احمدی متاسفانه صدای شما نداریم، با آقای فاندر ادامه میدیم. آقای فاندر رو خط هست شما؟ بله بله. خب من متاسفانه آقای احمدی صداشون با یه خورده تأخیر داشت. آره دقیقا. آقای فاندر من فقط سوالم رو در ادامه سوالم بهش اضافه کنم. همه از مشکلات فوتبال خصوصا لیگ یک خبر دارن، از تبانی، از جادوگری، از زد و بند، از شرط بندی، از همه این چیزا. حالا این فیلمی هم که ما پخش کردیم یه چیزی من فکر کنم که 8 میلیارد نفر 9 میلیارد نفر تمام دنیا فهمیدن تبانی شده، فقط 4 5 6 7 نفر نخواستن بفهمن که نفهمیدن. الان راهکار چیه؟ حالا میگم برنامه لیگ یک هم جوری نباشه که ما خیلی هم بگیم اون برنامه هم بودنش همچین هم تأثیری نداشت، تو همون برنامه بود همه این تبانی اتفاق افتاد. راهکار چیه؟ الان لیگ یک داریم به جایی میرسیم که فکر میکنم که حالا من پیش بینی میکنم شاید به آخر فصل یکی دوتا تیم حتی نرسن با این اتفاقایی که دارن میفته. نمیدونم بازیکن‌ها پر شدن، لیست بازیکن‌های پولی، از اتفاقای عجیب غریب میفته، آدم هم خندش میگیره هم گریهش میگیره راجع به حرف زدن. میشه شما صحبت کنید؟ دقیقا. دقیقا. در تایید صحبت های جناب علی، موضوعاتی که مثل لیگ یک حالا من خیلی به قول گفت یک طریقه رو باید بخواییم بهش بپردازیم. تا وقتی که صداهای رسا جلوش گرفته میشه و گذاشته نمیشه که خیلی ما یه دوشاری خودسانسوری کلن تو بحث رسانه تو فوتبال کشورمون هستیم. یعنی دوستان فکر میکنن که اگر سانسوری صورت بگیر صحبتاشون بهتره و در مجموع این اتفاقات باعث میشه که من به نظر فساد ریشه بدونه، کمان که تو این سالهای گذشته این اتفاق رخ داده. راجب لیگ یک مثالی هست به نام موشه چیه که کله پاچه چی باشه. یعنی واقعا فوتبال ایران چیه که لیگ یکش چه اتفاقی درش حاکم باشه؟ شما میبینید توی لیگ یک کشور ما روی بحث تبانی که شما فرمودین چه گفت شاید بالای 20 سند خیلی واضح آشکار مبرهن بودش که آقا این اتفاق افتاده، ولی خب برخوردی صورت نگرفت. اتفاقات از اون چیزی که علاقمندان به فوتبال و بینندگان دیدن گسترده‌تر بوده و هیچ وقت رسانه‌ای هم نشده، چون اگر رسانه‌ای بشه مطمئناً مورد شکایت به اون باشگاه‌ها قرار می‌گیره. من به نظر من دست رسانه‌ها رو باید باز بذاریم و اینجا می‌بینیم توی این وضعیتی که لیگ یک اصلا دیده نمی‌شد، ما یکی از بهترین برنامه‌های تصویری مشرق روز لیگ یک که اتفاقا خدا که شاید همین سایت ها و همین دوستانی که بهشون اشاره داشتیم دیگه، رسانه های پوربخش عزیز که تایید کنندگی و هم اجرای اون برنامه داشتن، این برنامه هم مثل برنامه 90 جلو پخشش گرفته شده و اولا الان سایت هایی که دارن توی این حوزه فعالیت میکنن میشه گفته شده و واقعا هم جهاد میکنن، چون بدون هیچ درآمدی بدون هیچ چشماندازی دارن فقط دارن خدمت میکنن و انواع اقسام اتهامات هم بهشون خورده میشه و هیچ کس هم نیستش که به رسانه های کشورمون لااقل یک نگاهی داشته باشه که اینا بتونن جلوی فساد وایسن. و کما که بیشترین لطمه هم همین خود رسانه ها میخورن، انواع اقسام اتهامات به خبرنگاران و مشرفین در حوزه های فوتبالی ما تو سطح لیگ برتر و لیگ یکمون خورده میشه. من آقای میرابی که من دوباره اسمشون رو بردم از اینجا بردم که بگم در تایید فهم شما اون اول صحبت آمد کردم گفتم من کمترین دستی رو متوجه ایشون میدونم، چیزایی که توی اون شهر مسئولیت داشتن نباید چه
چون این کاریو میکردن. حالا کما اینکه بعدش هم اومدن نیروی بومی که اونجا بوده رو، حالا امیدوارم ما ستاره سوزی نکنیم و این مازیار زاره از پشمان نوری رو جلوی حوادر رو قرار ندیم. اتفاقاتی که من پیشبینی میکنم اتفاقات خوبی برای از ملوان انزاری نیست و تلفن دوستان من هم نظر باشن باشه بره بخورم دوست ملوان بیان بیرون. من به طور کلی میخوام توی چند دقیقه موضوعات آقای خانده در حد کمتر از دو دقیقه لطفا، چون با آقای احمدی هم وقت بدیم. کلن امسال در خلاف فصل بود، اگه بخواییم مدعیان فصل گذشته رو محاسبه کنیم، تیم اول دوم که شاهین بوشهر گلوار بود، تیم سوم شاهرام جدول پارسال که گل ریحان و آلومینیوم علیک بحث و پوشان پادکش بعد امسال جز مدعیان باشن، ولی خب در اول به مشکلات مالی پیشتری نسبت سال گذشته دست و پنجه نرم میکنن. خب به اینجا هم باشگاه دیگه هم ممکن اضافه بشن به طرف انجام توی این چند سال همیشه جزو تیم‌های متوسط بوده، امسال میشه گفتش بهترین تیم تاریخش رو با محمد ربیعی بسته و چشم‌انداز صعود داره و هوادارانش اینو از محمد ربیعی و بحث مدیریت کاندوم اتفاقاتش برای میشه شدیش چند یک هفته و دو هفته مونده به شروع مسابقات رخ داد و مثل کرمان شما مشتبه و سنی که یک بار اگون کرمان برکنار شده دوباره برگشته جزو مدرگی ها میتونه باشه و حوالداراش هم امیدوارن که اتباعاتی برای نادر وقتشان در فصل بودشه رخ داد امسال برای مشتبه و سنی تکرار نشه و هم باشگاهی که مثل آلومینیوم عراق که در فصل گذشته با هزینه گزاف توپی شده در سر بوده امسال با محمود دکی با صرف همون هزینه مجددا دنبال اینه که به هر حال شهر آفتاب یک بار به لیگ برتر برسونن و من فکر میکنم که امسال باید صبر کنیم از بین 5 6 تیم که نام بردم منتظر تیم باشیم که در فصل آینده لیگ برتر خودمون پاد باشیم. ممنون آقای احمدی هستید پای خط شما؟ بله. آقای احمدی سوال من اینه که یکی دو تا مربی و آقای فاندر اسپوردن، حالا من اسم مستاقی نمیخوام برم، این متر و معیار انتخاب مربی تو لیگ یک چجوریه؟ مثلا مربی که نتیجه نمیگیره با تیم مدعی که پارسال مثلا شاید تا لحظه های آخر میخواست بیاد بالا نتیجه نمیگیره، سریعا اولی مربی میشه که قرارداد میبنده توی تیم دیگه. و جالبه مثلا متر و معیار هم نه، البته تو بحثمون فعلا لیگ یک نیست، توی تیمای ملیمون هم به قول ابراهیم خان قاسمپور همین اتفاقا داره میفته. به نظر شما همین جوریه دیگه؟ یعنی نمیدونم، ببخشید با احترام به تمام بر بچهای رسانه‌ای، تیم رسانه‌ای داشته باشه حالا نتیجه بگیره نگیره، مدیرا بعضیشون اصلا رسانه‌ها رو فقط نگاه میکنن، نتایجو فکر کنم نگاه نمیکنن، درسته؟ ببینید در مورد همه تیم‌ها صدق نمی‌کنه، ولی بعضی تیم‌ها که مشکلات مالی دارن یک سری مربی‌ها تو لیگ فوتبال ایران وجود دارن، حالا تو لیگ برترش هست تا اون لیگ پایینش، با وعده پول اسپانسر و این موارد وارد میشن دیگه، به رزومه اونا هم نگاهی نمیشه که آقا این مربی فصل گذشته سه تا تیم رو سقوط کرده با سه تا تیم، یه قشنگ یه تیم لیگ دوی رو سقوط کرده اومده لیگ یک، لیگ یک دوباره اون تیم هم سقوط کرده و سال بعد دوباره مجدداً به ایشون اولین نفر سرمربی یکی از این تیم‌ها. دقیقا مثل مدیریت دیگه، هرچی بدتر باشه پیشرفت بیشتره. بله ببخشید، ایران به این شکل شده، یعنی مربی که موفق بوده تا روز آخر باید صبر کنه ببینه میتونه جای جابشه شه یا خیر. البته دوستان و اتاق فرمان اگر محبت کنن، آقای احمدی هم از خبرنگارهای خوشتیپ رسانه ما هستن، این عکس های فاندر گذاشتن، اگر عوض کنید عکس های احمدی بذارید. آقای احمدی با شما همراهی در حد یه دقیقه. بله ببینید در مجموع در مورد فوتبال لیگ یک من اینو به جرئت میتونم بگم، یکی از لحاظ برگزاری مسابقه تو این دو سه فصل اخیر یکی از بهترین لیگا بوده، چون طبق تاریخ شروع شده و طبق اون تاریخی که اعلام شده پایان یافته و طبق برنامه پیش رفته. اینکه یه سری اتفاقات توی اون لیگ میفته قطعا افتاده و نمیشه منکر اون شد، ولی در مجموع امسال هم تا روز آخر